بخش پنجم راه نجات فصل بیست سوم مراحل درمان جنون گاوی را ریشکن کنید گاوها باقی میمانند بن یک بیشعور در حال درمان سختترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری همون مرحله نخسته یعنی پذیرفتن بیشعور بودن. هیچ کس دوست نداره قبول کنه که بیشعوره و بنابراین لحظه برداشتن نخستین گام درداوره. لحظه ای که رسیدن به اون شهامت و اراده بالایی نیاز داره. در بیشتر مواقع تا رسیدن به لحظه سرنوشت ساز پذیرش بیشعور بحرانهایی چون ورشکستگی، طلاق، اخراج از کار، بیماری لاعلاج، مرگ نزدیکان یا بدتر از همه زایع شدن به وسیله یک بیشعورتر از خود رو از سر گزارونته. در این وضعیت، بر اثر صدمات و جراحات وارد شده در زندگی، سیستم دفاعی بیشعور به شدت تضعیف شده. دستاویز های معمول مثل دلیل تراشی، عذر خواهی، تقصیر رو به گردن دیگران انداختن، جیغ زدن، دروغ گفتن و غر زدن، دیگه کفاف بیشعور رو نمیده. به جای این کسافتکاری ها حقیقت علاج کاره. و چنینه که بیشعور سرانجام در نهایت ناامیدی و پریشانی با خودش رو در رو میشه او بیشعوره اگر رسیدن به این مرحله یک کشف حقیقت واقعی و طبیعی باشه حس آزادی مسرت بخشی پس از آن بیشعور رو در بر میگیره به این مرحله با زور نمیشه رسید و متاسفانه این چیزیه که اعضای خانواده، همکاران و دوستان معمولا در نظر نمی گیرن. اونا در رویارویی با اعمال و رفتار یک بیشعور بدون ملاحظه میگن تو بیشعوری. اما تا زمانی که بیشعور برای شنیدن این جمله آمادگی لازم رو نداشته باشه یه گوشش دره و اون یکی دروازه و خواهد گفت درشو بذار. این همون چیزیه که در روان به اون انکار میگن و نه تنها برای درمان بیشورها بلکه برای درمان همه مبتلایان به اعتیاد بزرگترین مانع محسوب میشه. ولو اینکه رفتار اونا برای تمام اطرافیانشون از هرومن شمس باشه باز هم بیشورها از قبول واقعیت سر باز میزنن. اونا با توجیهات و پاسخهایی از این قبیل سعی در کتمان حقیقت و تفره رفتن میکنن. 1. من فقط ظاهر کارام مثل بیشور است 2. از تو که بیشور تر نیستم 3. کافر همه را به کیش خود پندارد 4. اصلا همینه که هست 5. نیازی به درمان ندارم خودم از پسش برمیام 6. اگه دوسم داری تحمل کن حتی پس از لحظه جادویی پذیرش بیشوری باز هم انکار هم واره به عنوان تهدیدی در سراسر طول درمان بیشوری وجود داره او باید فورا دست به کار بشه تا مبادا عادات قدیمی اشکالگیری و سرزنش کردن دوباره سر در بیارن بیشعور باید خودشو بشناسه. او باید جوهره ای رو که تی سالها بیشعوری در او متراکم شده رو پیدا کنه. منظور از یافتن این جوهره چیه؟ یعنی بیشعور باید با اصل چیزی که هست، یعنی پوچی و بیشخصیتی، بیملاحظگی، مسئولیت ناشناسی و نادرست کاریش روبرو بشه. همچنین باید قبول کنه که اهل از زیر کار در روی، ارعاب دیگران و پیش بردن کاراش با توسل به دروغ و حق بازیه، فقط با پذیرش این مواردی که بیشعور میتونه چرخه مخرب سرزنش دیگران دلسوزی به حال خود و ناامیدی رو قطع کنه. اگه بیشعوری بخواد عمق بیشعوریش رو به این ترتیب علاج کنه به ساعتها تلاش و تنهایی نیاز داره. باید بیاموزه که در جلوی آینه ای در ذهن خود بیسته و فریاد بزنه چرا من این کارها رو با کسی که از همه بیشتر دوستش دارم یعنی خودم کردم؟ آخه چطور تونستم انقدر ظالم باشم؟ چطور تونستم انقدر احمق باشم؟ چرا؟ چرا؟ در مورد خودم؟ من مجبور شدم بپذیرم که تمام سوابق پزشکیم و تجربیات عمیقم در مقعد شناسی هیچ امتیازی برای من محسوب نمیشه. بیشعوری ربطی به سواد نداره. به رفتار آدم ربط داره. حتی بعضی از بیشعورترین افراد کسایی که متخصص محسوب میشن و دیگران رو راهنمایی میکنن. خود من شاهد این ادعا هستم. من مجبور شدم که از پوسته ی موفقیت های ظاهریم گذر کنم و با نادیده گرفتن اونا انقدر به جستجو ادامه بدم تا پوچی خودم را پیدا کنم و به این حقیقت رسیدم که ریشه بیشعوری من در پوچی شخصیتی است که مثل چالهی همه چیز رو در خود میکشه. اولین بار که درکش کردم احساس کردم که دارم به سیاه چاله ای بی انتها فرو میفتم. بعدها بود که فهمیدم من از سالها پیش توی اون افتاده بودم و حالا واقعا داشتم از اون بیرون می اومدم. در پزشکی به این تجربه بیرون کشیدگی میگن. تجربه که تگ اون به این واقعیت پی میبرید که چگونه تمام زندگیتون به چالهی مکیده شده بوده. یکی از بیمارانم که وکیل بود این فرایند رو اندکی متفاوت توصیف میکرد. اون لحظه ای که من با پوچی حقیقی خودم روبرو شدم، انگار که زلزله ای رخ داد. کشف کردم که من و تمام وکلا، ریاکار، کلاهبردار و حق بازیم. خودم رو به شکل زالوی خوناشام میدیدم و فرشته عدالت ادالت دیگه در نظرم زنی با چشمان بسته نبود، بلکه عجوزه ای بود که در حال قماربازی قهقه می زد. اگه بیشعوری بتونه این مرحله سخت رو با موفقیت پشت سر بگذاره، میتونه به مرحله بعدی درمان یعنی مرحله پشیمانی بره. میل شدید به اصلاح، بیشعور تحت درمان رو مجبور به پرهیز از خلقیات چندش آوری میکنه که سالها روی هم انباشته شده. خلقیاتی نظیر خودخواهی، تحقیر، فرومایگی، بدخواهی، عیبجوی، خشونت و سوء چنین عملیات سنگینی قاعدتا بیشعور رو ضعیف و بیچاره میکنه. دنیای او زیر و زبر میشه. نیروهایی که تا پیش از این بر حسب عادت به اونا متکی بوده، نظیر خودخواهی، دروغگویی و حق بازی ارزش خودشون رو از دست میدن. من نفوذ ناپذیر و آهنین او اکنون در معرض زنگار و پوسیدگی قرار گرفته و بدتر از همه اینکه وجدان او شروع میکنه به بیدار شدن. او احساس پشیمانی، گناه و حتی همدردی پیدا میکنه. این موقعیت خطیرترین موقعیت برای بیشوره، چرا که در لبه آدم شدن قرار گرفته. زمان وحشت و دودلی فرا میرسه رسه. اگه در این مرحله دوستان و درمانگرهای هرفعی از بیشعور حمایت و مراقبت نکنن، ممکنه کل فراگند درمان تباه بشه. با تمام این اوصاف بیشعور میتونه با شهامت، اقلانیت، بخت و کمک خدا و دوستان بر این نقصان عظیم شخصیتی فائق بیاد. آنگاه باید برای رفتن به مرحله چهارم درمان که گاهی باز بهش میگن آماده بشه. در این مرحله است که باید صفات پسندیده انسانی که بیشعور تحت درمان با بیشترشون بیگان است در وی به وجود بیاد. در این مرحله او باید بیاموزه که 1. با دیگران همکاری کنه 2. قدرت رو تقسیم کنه 3. از پیروزی های دیگران شادمان بشه 4. مسئولیت اشتباهات خودش رو به گردن بگیره 5. به دیگران اعتماد کنه 6. اجازه بده که دیگران اعتقاد خودشون رو داشته باشن و 7. دلسوزی کنه بیشعور تحت درمان خواهد دونست که اشکالی نداره اگر گهگاهی شکست بخوره. می آموزه که مشکلی به وجود نمیاد اگر دیگران هم سهمی از قدرت داشته باشن و میفهمه که انجام دادن کارها بدون نقشه های پنهانی و استراتژی های پیچیده چقدر لطیفه. همچنین باید یاد بگیره که با ساگر بیشعورها چگونه رفتار کنه. چون همونطور که اندک اندک به کنه بیشعوری خودش پی میبره احتمالاً کشف خواهد کرد که بعضی از دوستان و همکارانی که تا چند ماه پیش اونا به او بیشعور میگفتن سزاوارتر از او برای شنیدن این واژن. این مرحله پایانی هیچگاه پایان نمیپذیره بیشعور تحت درمان باید هرگز از یاد نبره که زمانی بیشعور بوده و اگه مراقبت نکنه ممکنه دوباره بیشعور بشه. او نمیتونه همیشه به کمک ها و مراقبت های دیگران متکی باشه و بنابراین باید مشکلش رو از ریشه حل کنه. باید با شعور بشه و با شعور بمونه. هدف درمان این است. آدم شدن و شعور داشتن. لزومی به تقدس و تعالی نیست. همین که شخص در حد معمول شعور شخصیتی قابل دوست داشتن و رفتار معقولانه ای داشته باشه کافیه. به قول یکی از بیشعورهای تحت درمان به نام سلی، همین که آدم سرش با تهش بازی نکنه به یه دنیا میارزه.